Ladies and gentlemen, welcome aboard Kuala Lumpur Air Flight 493 bound for Tehran. We are sorry for delay in departure. Please fasten your seatbelt and refrain from smoking while no smoking sign is on. حالا سالهاست خیلی از ایرانی ها دیگه آرزوی پرواز خوش رو باور ندارن، چرا که تو آسمون آبی ایران به جای پرندگان امن این عرابه های مرگه که پرواز می کنند. تاریخ هوانوردی ایران بعد از انقلاب پر از حوادث کوچیک و بزرگه. سقوط بیش از 50 فروند هواپیما تو کمتر از نیم قرن و جونهای پاک بسیاری که نابود شدن و حتی عالی رتبه ترین مقامات کشوری و لشکری هم از اون جون سالم به در نبردن. نمونش پرواز هرکولس C-130 نیروی هوایی ارتش که در 7 مهر 1360 تو نزدیکی تهران سقوط کرد و با خودش علاوه بر 73 سرنشین عادی جون 5 تن از بلند مرتبه ترین فرمانده های اون روزای جنگ رو هم گرفت. ولی الله فلاحی، جواد فکوری، سید موسا نامجو، یوسف کلاهدوز و محمد جهانارا که هنوز هم حاکمان جمهوری اسلامی برای تبلیغاتشون از اسم اونا استفاده می کنند و کشته شدن ناگهانیشون ستاد مشترک ارتش، نیروی هوایی ارتش و وزارت دفاع رو تو یک روز با خلأ فرماندهی مواجه کرد. 6 اردیبهشت 1371، 39 کشته در سقوط فوکر 27 شرکت نفت ایران که در مسیر بندر ماهشهر به تهران تو نزدیکی ساوه سقوط کرد. 19 بهمن 71، برخورد توپولوف 154 ایران ایرتور و سوخوی 24 و 134 کشته. 18 مهر 1373، 66 کشته در سقوط فوکر 28 شرکت هوایی آسمان. 23 اسفند 1375، سقوط C-130 ارتش و کشته شدن 86 نفر. 23 بهمن 1380، 119 کشته در سانحه توپولوف 154 ایران ایرتور. 30 بهمن 1381، سقوط ایلوشین 76 سپاه و 276 کشته. 15 آذر 1384، 128 کشته تو سانحه هوایی C-130 ارتش. 21 بهمن 1382، سقوط فوکر 50 کیش ایر و کشته شدن 43 نفر. 10 شهریور 1385، 28 کشته تو سانحه توپولوف 154 ایران ایرتور. 6 آذر 1385، سقوط آنتونوف 74 سپاه و کشته شدن 36 نفر. 24 تیر 88، کشته شدن 168 نفر در سانحه توپولوف تیو 154 کاسپیان. 2 مرداد 1388، 17 کشته در سقوط ایلوشین 62 آریاتور. 19 دی 89، سانحه بوئینگ 727 ایران ایر و کشته شدن 78 نفر. 19 مهر 93، 48 کشته تو سانحه آنتونوف 140 سپاهان ایر. 29 بهمن 96، سقوط ATR 72 آسمان و کشته شدن 66 نفر در پرواز تهران به یاسوج. و جنایتی که در صبحگاه 18 دی ماه 1398 با شلیک چند موشک جان 176 انسان در بوئینگ 737 اوکراین رو بر فراز ایران نشانه گرفت. و مسئولینی که نه عذرخواهی بلدن و نه مسئولیت میپذیرند، نه حتی مردم رو در حد پاسخگویی میبینند. این صحبت خانواده قربانیان یا اونهایی که طی این 40 سال از جمهوری اسلامی زخم خوردن نیست، که حرفای نماینده مجلس جمهوری اسلامیه، مجلسی که برای ورود بهش باید از فیلتر شورای نگهبان رد شد. روز اول رسیدیم هواشناسی، هواپیمایی، همه اومدن نشستن. من گفتم هواشناسی بیاد، همه این چیزا میره تو جعبه سیاه. هواشناسی اومد گزارش داد، مبدا خوب بود، مقصد. گفتم مسیر چیست؟ توضیح فنی داد. گفتم بشین اینجا برای من توضیح بده. توضیح داد، این گزارش مکتوب داد خدمت رئیس محترم. تمام وزرا اونایی که در کار بودن پیام دادن، گفتم مستندات رو قاطی نکنید، ما داریم. این گزارش هواشناسیه. اون کارشناس مظلومی که میدونم بعد از صحبت من چه بلایی سرش میارن، یواش این گزارش زیر پوشه من گفت آقای تاجگرون این پیشت باشه، میدونم دیگه گیرت نمیاد. شما دیروز شنیدید در آذربایجان شرقی چقدر هواپیما به دلیل سرعت بالای 110 برگشت؟
من چه جوابی به اون جسدهای بالای کو بدم؟ یک نفرم در این نظام گفتم هیچ کس عذر نخواست. اون کاپیتان مرحوم رفت. ای دنا، ای دنا، تو مقصر بودی که قامتت فراتر از تصور من و آقای ربیعی بود. شما بگین با این نظام قلدر و زورگو چه کنیم؟ دادخواهی مردم رو نزد چه کسی ببریم؟ چه کنیم که عاملان و آمران اصلی این جنایت معرفی بشن و تن به تحقیقات بین المللی بدن؟ کارزار اینترنتی انجمن خانواده های قربانیان پرواز PS752 با نام آسمان ایران امن نیست همین هدف رو دنبال میکنه.